خدایی که خالق هستی بخش هست به نام خدایی که همیشه و همیشه در همین نزدیکی ها و در کنار ماست عزیزان همیشه همراه سلام سلام میکنیم به همه شما خانواده های عزیز شما فامیل های محترم شما عزیزانی که در نهاد کوچک و مقدس خانواده و هم تعهد بستین شما عزیزانی که ارزش ها و اهدافتان را در خانه کوچک به نام خانواده به اشتراک گذاشتین پس عزیزان همیشه همراه فامیل های عزیز و خانواده های عزیز به برنامه روشنا بسیار خوش آمدین امروز برنامه را تقدیم شما عزیزان میکنیم و بسیار امیدوار هستیم و بسیار خوشحال هستیم که شما عزیزان در خانواده اعضای او با هم تعهد بستین و میخواین که اهداف و ارزش های بسیار بزرگی را در خانه و زندگی پیش ببرین البته با صفا و صمیمیت با مهر و محبت با اعتماد و با توکل بر خدای بزرگ و مهربان و مطمئن باشین که وقتی در اعضای خانواده اعتماد، صفا، صمیمیت، مهر و محبت وجود داشته باشه او خانواده میتونه به بهترین مسیرها که همون رشد و موفقیت هست برسه پس عزیزان بیننده خانواده های عزیز و فامیل های محترمی که شما عزیزانی که همیشه و همیشه به فکر پیشرفت زندگی و خانواده هستین امروز هم بیننده برنامه روشنا باشین که تقدیم نگاه های پر از مهر محبت شما عزیزان میشه منتظر کارشناس برنامه هستیم در استودیو ازشان دعوت میکنیم که تشریف بیارن بعد از یک وقفه و میان برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه پروردگاران مرا بینشی عطا کن که تو را بشناسم و دانشی بده تا خود را بشناسم مرا صحتی ببخش تا از کار لذت ببرم و ثروتی عنایت کن تا محتاج نباشم. مرا نیرویی بده تا در نبرد زندگی فائق شوم و همتی ببخش تا گناه نکنم مرا صبری عطا کن تا سختی ها را تحمل کنم و طبعی عنایت کن که با مردم بسازم مرا چنان بزرگواری ببخش که با دشمنم مدارا کنم و بینشی عطا کن تا زیبایی های جهان را ببینم، مرا عشقی عطا کن تا تو و همه را دوست بدارم و سعادتی بده تا خدمت دیگران باشم، مرا ایمانی عنایت کن تا از دستورهایت اطاعت کنم و امیدی ببخش تا از ترس و استراب بر کنار باشم مرا عقلی عطا کن تا از خود نگویم و معنویتی ببخش تا زندگی معنا داشته باشم بله العالمی بله عزیزان بیننده ما همیشه به شما عزیزان گفتیم و صحبت های زیادی در برنامه روشنا انجام دادیم و گفتیم که چه مسائل هایی هست که در زندگی باعث موفقیت میشه خب بله نظام خانواده چیزهایی که در درون خانواده بسیار اهمیت داره همین مهر و محبت و صفا و صمیمیت و اعتماد و بسیار بسیار چیزهای دیگه هست که باعث رشد و پیشرفت خانواده و وقتی که خانواده پیشرفت کنه باعث پیشرفت جامعه میشه اما شاید تا به حال برای شما سوال پیش آمده باشه که خب ما در درون خانواده گفتیم که چه مسائل های باعث پیشرفت خانواده میشم اما تا به حال در این مورد فکر کردین که نظام خانواده و عوامل بیرونی او چه چی چیزهایی میتونه باشه یعنی عوامل بیرونی که در نظام خانواده بتونه تاثیر داشته باشه اونها چه چی چیزهایی میتونه باشن عوامل درونی رو ما صحبت کردیم گفتیم بارها مثال زدیم و میفهم که یک یک شما خانواده های عزیز شما پدرها و مادرهای عزیزی که همیشه به فکر فضای خانواده فضای صمیمیت و فضای پیشرفت برای خود به اولادهایتان هستین اونا رو همیشه در نظر میگیرین اما بیایم ببینیم که عوامل بیرونی و او چیزهایی هست به خاطر همون، کارشناس محترم برنامه امروز حضور دارن در استودیو خواهر خوب ما خانم حسن زاده و میخوایم که در رابطه با این موضوعات با شما عزیزان گفتگو کنیم خانم حسن زاده سلام و خوش آمدین بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم ان که در هر جا جو هستن جور و صحت من باشن زنده باشین بسیار زیاد تشکر خانم حسن زاده بله این سوال در ذهن ما و تمام بیننده های عزیز ما این سوال پیش آمد ما عوامل درونی رو صحبت کردیم زیاد در رابطه با آرامش درون خانواده گفتیم در رابطه با مهر و محبت خانواده ابراز محبت اعتماد و, و بسیار بسیار چیزهای دیگر اما بیایم به عوامل بیرونی بپردازیم که چه عوامل هایی هستند در بیرون که نظام خانواده را رو میتونه روش تاثیر بانه و میتونه موثر باشه در رشد و پیشرفت او یا خدای نکرده در شکست او بله موضوع برنامه ما همجور که شما فرمادین نظام خانواده و تاثیرات عوامل بیرونی بله. در خانواده هست خانواده رو ما همونجور که قبلا هم تعریف رو و میدانیم همه که چیه مجموعی افراد که شامل میشه که با هدف مشترک و منافع مشترک در یک مکان با هم یا یک جای مثلا به عنوان یک زیر سقف حالا بگیم بلی. هر شکل باشه با هم زندگی میکنن حالا میتونیم بگیم که اینها پدر هست مادر خانواده هست فرزندانی که بعدا متولد میشن یا حتی گاهن شده بیشتر وقتا یا گاهن میتونیم بگیم فرقی نداره کسانی دیگه همراهی خانواده هستن مثل پدر کلان و مادر کلان که همراه اینها دقیقا. زندگی میکنن این خانواده های گسترده ای خانواده های ما هستن آه. که همه خانواده پدر کلان مادر کلان تا در مجموعه هسته خانواده را تشکیل میدن خب ولی ما میگیم که حفظ خانواده در مورد عوامل درونی آم. که داخل خانواده باشه ما صحبت کردیم که تحصیل گذار باشه که در خانواده همون محبت صمیمیت احسان و احترام گذاشتن بل. بین اعضای خانواده بود که همونجور که شما فرمودین شاید بارها اینها رو صحبت کرده باشیم ولی الان میخوایم یک موضوع دیگری رو بیان کنیم یک ب... چیزی که خارج از خانه اتفاق میفته هم. و داخل خانه تاثیر داره بله من میخواستم این تعریف داشته باشیم که بله. منظور چی است از عوامل بیرونی بحثن عوامل بیرونی مثلا بگیم کارهایی که انسان انجام میده که در خانه انجام میده که مربوط به خانه بشه بله. مثلا ما یک مثالی رو تعریف میکنه خانواده ای هستم میگم ما تمام ما رو کردیم برای حفظ کانون خانواده یعنی رابطه بین زن و شوهر و فرزندان و اینها یا برای تربیت اولاد خود خود بله. تن کمال حفظ مثلا تلاش خود خود کردیم تا اونجی که تونستیم کار کردیم روی اینا ام. ولی متاسفانه باعث شد فرزندم به یک مثلا به سن مدرسه برسه یا همسرم باعث شد که در خارج از خانه با وسیله دوستان و همکاران حال بماند، هر کسی که در ارتباط است. چون انسان، انسان یک چیز تقبیلی نیست که همیشه داخل خانه بله، باشه. بله. انسان یک موجود اجتماعیه، ام. نیاز داره با اطرافیان خود رابطه برقرار کنه. بله. و ما الان این رو میخواییم بیان کنیم عوامل بر در بیرونی بله، چی هست. بله. او در اجتماع اونها روی ما تاثیر دارن حال ممکنه همکار باشه دوست باشه یا فرهنگ و آداب اون موارد باشه که الان ما تحت این مجموعه به صورت بله. جزئی اولش اشاره میکنیم که اول به صورت کلیات مبحث رو میگیم که باز در جلسات آینده جزئیات اون رو بپردازیم خب ما الان میخوایم بگیم که از عوامل بیرونی ام. از کجا شروع کنیم اواملی که بیرون از خانواده اتفاق بله. افتاد یعنی داخل او هسته خانواده نبود همین افرادی پدر مادر اولاد بله. و خان... اگه مادر کلان و پدر کلانی در او خانه زندگی خب. میکردن داخل این هسته خانواده نبود ما اونها رو کسانی بیان میکنیم که خارج از خانه هستن درست. اول مورد ما داریم افرادی که دخالت اطرافیان وارده اطرافیان اطرافیان خب منظور از اطراف اطرافیان یعنی کیها چه کسانی هستن بله اطرافیان رو ما میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم خب. دسته اول از اطرافیان رو اقوام درجه دو اقوام درجه, درجه دو. دو حال خب. مثل کیا مثل درجه ام... یک خب درجه یک کدام ها میشن درجه یک خود امو اعضای خانه ها میشن ا... درجه دختر دو دختر و بچه و حالا پدر کلان مادر کلان ما در خانواده گسترده خود آره. داریم ولی اینا اقوام مثلا درجه یک هستن که در خانه با ما زندگی میکنن اقوام گفتن میشه میشه اعضای خانواده اعضای خانواده حالا به هم برای شما تکمیل بله. بله. اعضای خانواده درست. نگه. ولی ما میتونیم برای اقوام مثلا خوب. یا برای اطرافیان مثلا م. دوستان اینها رو هم برات بتر کنیم ولی منظور از اطرافیان و ما در اینجا همون افرادی که خارج از هسته مرکزی هستن بله. مثل امو امه، دختر, امه دختر امه دختر عمو خالا و کاکا و ماما و کل اینا میشن درجه دو اصلا خاک. که داخل هسته مرکزی خانواده نیستن آه. که برای خانواده تصمیم بگیرن ولی میتونن تاثیرگذار بسیار تاثیرگذار هستن از عوامل بیرونی هستن که بر خانه آه. تاثیر دارن م. حتی ممکنه به طریق های مختلف ما الان در جلسات بعد اینو بیان میکنیم به چه شکل های اینا تاثیرگذار هستن در خانواده ولی اینها رو ما ف... همین از اقوام درجه دو رو خ... جز فامیل به حساب میاری ولی فامیل کلان مثلا اقوام میگیم که مثلا فلانی عموی ما هست یا خاله ما هست یعنی جز خانواده ما هست بله. ولی خانواده فامیل کلان ما هست جز هسته مرکزی نیست این بله. اینو فقط میخوایم بیان کنیم خب ولی م یه چیز دیگه هم هست که انسان با اجتماع سر کار داره او دوستان انسان همسالان دوستانی داره از همون سن ابتدایی که به مثلا به یک کودک وقتی به خارج از خانه میره بره درس خوندن ممکنه اطرافیانی داشته باشه یعنی جز فامیل قوم حساب نمیشن نمیشه. ولی از او که شاید میتونه نزدیکتر و معصر محصل پر محصله. خب اونا عوامل بیرونی هستن در خانواده مثل دوستان همسالان حالا از مدرسه شروع میشه تا دانشگاه خب اینها همه جزء کسانی هستن که تاثیرگذار هستن یک چیز دیگه هم که میتونه در خانه تاثیرگذار باشه محل زندگی افراد هست هم. محل زندگی افراد حال جز همسایه ها میشه مثلا شهری که در اونجا زندگی میکنه آیا خانوادهش مثلا در شهر زندگی میکنن یا به قریه جای زندگی میکنن باید. اینها رو باید توجه داشته باشیم باید. که اینها خودی تحصیل گذار هستن در خانواده ما یا حتی کسانی هستن مهاجرت میکنن یا به وسیله تحصیل یا به وسیله مثلا به خاطر مشیت به خاطر مهاجرت میکنن اوش باید. باید. کشوری که انتخاب میکنن در داخل خانه اینها تحصیل گذار از عوامل بله. بیرونی تحصیل گذار در خانواده هست و اجتماعی که ما با اونها مثلا با آمد, آمد, آمد داریم داری. اجتماع منظور کیا هستن؟ افراد اجتماع مثلا ام. داخل اجتماع افرادی هستن که ما باشون رفت آمد داریم ام. از لحاظ فرهنگی بر ما حتی عوامل بیرونی فرهنگ و یک چیزی باشه به داخل خانه تاثیر گذاره ما باید به اینها تک تک توجه کنیم ام. و مورد بررسی قرار بدیم اگر اجتماع را مثلا بیشتر اگر باز کنیم ده. شما بازش میکنید اجتماع, اجتماع مثلا میکنم. خانواده که مثلا به خارج از خانه میره بله. خارج از خانه مثلا پدر خانواده میره سر کار اطراف م... اوامل... این از عوامل شغلی هم میتونیم بگیم ولی زیر مجموعه اجتماعی دل. چون در اجتماع حضور داره خب مثلا سر کار میره او شغلی که داره حتی سنگین و سبک بودن او شغل به داخل خانه تاثیر گذاره مهم. محل کار اوچ این دلی پدر دلی. خانواده با چی کف اینا اجتماع دقیقا میشه دقیقا اگه یک فابریکه باشه یا یک مکتب باشه بالاخره با تمام اعضای او اینا تعامل دارن تعامل داره و در خانواده ای فرد میتونه تاثیر بگذاره آه. در تربیت اولاد او در روابط بین زوجه اینها همه تاثیر گذاره خب از اجتماع و فرهنگ هم ما گفتیم داخلش که مثلا همون اطرافیانی که ما هست مثلا در ارتباط هستیم مردم بازار کوچه اینها میتونن تاثیر گذار در خانواده ما باشن اینها از امام یا حالا فرهنگ مردمی اون شهر که یا او اجتماعی که در اونجا زندگی میکنه مهم. حتی چه اعتقادی دارند دقیقا اعتقادات دلی. اونها مذهب اونها اینها میتونه در زندگی ما تاثیر بذاره و از عوامل بیرونی بر زندگی هست حالا فکر کنیم مثلا یک مکتب باشه مثلا دختر ما، بچه های ما وقتی در دا داخل و محیط مکتب میرن، انواع اقسام از تربیت ها رو میبینن، حالا مثلا دختران رو میبینن که حالا علا علاوه پوشش، علاوه رفتار، علاوه اخلاق میتونن متغیر باشن یا متفاوت باشن درست؟ بله. و این میتونه که تحصیل گذار باشن. در خانه؟ از اونا مثلا، حالا شاید مثلا حالا الگو نگیره ولی خب بالاخره، آموزش ب... ببینه بعضی ب... از چیزها او رو به چشم دیده حتی ممکنه او رو برای خودش هم ن... همه الگوی تصور کنه و دیگر... در داخل خانواده نه تنها بر او فرد مثلا ممکنه رو خور برارای هم تاثیر بگذاره از نکاتی است که حتما باید خانواده ها توجه کنن و عوامل بیرونی رو تو این دور زمان ها که عصر ارتباطات هست دست کم نگیرن یک مورد بانه. دیگه که آخر ان در جلسات آخر ما الان مثلا کلیات بیان و در جلسات آخر از سل بریم میبردازه بحث رسانه و تلویزیونه که این فرزند ما چی حتی ممکنی خارج از خانه نیه به داخل بله. خانه ولی این تلویزیون و این رسانه از خارج از خانه هدایت میشه میتونه داخل خانه تاثیرگذار باشه صد در صد بله مطلب دیگه ای که میتونه مد نظر باشه برای اینها همین گوشی هایی که به دست اینا مثلا فرزند ما گوشی ده اینترنت به نه، در داخل خانه ای فرزند ما هست بله. ولی در عین ها با گروه هایی که اوه. با یک دنیای از فضای مجازی در ارتباط است گروه هایی که در فضای مجازی شبکه های اجتماعی بله. همه میتونه در این فرزند یا خود ما ام. حتی خود پدر و مادر او تاثیرگذار باشه اینها از عوامل بیرونی بود ما خواستیم ام. ریف کلی داشته باشیم که اصلا عوامل بیرونی چی هست بله. و چقدر ما نیاز داریم اینها رو بشناسیم ام. چون همه عوامل بیرونی به ضرر خانواده نیست بعضی از عوامل بیرونی به ضرر خانواده ای یعنی باید اونها رو شناسایی کنیم حتی همونایی که به ضرر خانواده ما میتونیم یک استفاده از اونها بکنیم ان شاءالله راهکارهای بیان میکنیم که به سود خانواده تمام بشه دقیقاً. به منفعت خانواده باشه بل. یعنی ما تو نمیتونیم بگوییم که خب پس حالا ما عوامل بیرونی رو که پیدا کردیم نه مثلا گفتیم که اجتماعات هست امکان داره که محل کار و وظیفه باشه امکان داره که در پوانتون دانشگاه باشه میتونه در مکتب باشه پس مثال که اینا عوامل بیرون نیستن امکان دارن که مخرب باشن یا تاثیر خوبه در خانواده داشته باشن پس هیچ کس دیگه نباید با, مح... با, مح... با محیط بیرون در ارتباط باشه این به ما نمیتونیم بگوییم اصلا همچین چیزی حتی همون چیزایی که مثلا تاثیر منفی داره ما میتونیم به منفعت خود س... اونا رو برداشت کنیم به طریق صحیح اونا رو هدایت کنیم و به منفعت خانواده برگرد دقیقاً که خب... که بازم برمیگرده به همون تربیتی که درون خانواده میشه اصلا از آی خانواده. اینا دیگه برگی... ریشه رو بعدا بازن به با انجام میدیم اصلا خب اولین موردی که اگه ما بیان هم. کردیم گفتیم که تاثیر عوامل بر بیرونی بر خانواده دخالت دیگران بود این نکته ای است که خیلی جای بحث داره درست. که دخالت دیگران یا همون اطرافیانی که ما تعریف اینا کردیم ممکنه قوم خیش باشه ممکن هم. ممکنه همسایه باشه ممکنه هم شغلی باشه هر کی بله، باشه بله. یعنی در اطراف ما زندگی میکنه و از زندگی ما آگاه هست اینها میتونن در زندگی ما تاثیر بگذارن حال بحث دخالت رو ما آوردیم چون دخالت بار سوی داره درست همین رو اگه کلمه رو بعض وقتا ما بعض چیزهایی که ممکنه حمایت باشه راهنمایی باشه ها. دلسوزی باشه اینها رو به چشم دخالت ببینیم آه. دخالت تخریب کننده ولی اگه راهنمایی باشه بله یا بله. دلسوزی و مثلا حمایت باشه میتونه برای یک خانواده سازنده باشه دقیقا بله اول ما یک تعریفی از این موارد میکنیم دول. چون در زندگی ها متاسفانه بعضی وقتا جاهای اینها اشتباه شده بله بله با مثال هایی که بیان کنیم حتما فامیل ها و عزیزان ما متوجه خواهد اصلا خب بحث دخالت یک چیزی هست که اتفاق میفته و خانواده او رو نمیخواد یعنی نیاز ندارن ولی از طرف مقابل به او القا میشه و همین مورد وقتی که القا شد و به صورت امر و نهی هست اینو باید دق... دقت کنیم دلسوزی و حمایت و راهنمایی هیچ وقت امر نداره بله. ولی بحثایی که دخالت باشه دورد. به صورت امر و نهیه. مثلا در به عروس خانواده حال مثلا ما از حال بیان میکنیم عروس میتونه بحث گسترده در ای در این زمینه بله، از بله. اصلاً ما بحثی داریم به نام ارتباط برخورد و فنون یادگیری برخورد با خانواده همسر آه. چی خانواده مرد بله. باشه چی زن باشه امه. هر کدوم نیاز یک بحث گسترده داره. ولی بله ما در حد چیزی که زمان برنامه اجازه میده انشالله در به اونها میپردازیم ولی بله میخوایم این جی ای رو بیان بکنیم ممکنه از طرف عروس خانم مثلا یک موردی رو به عنوان دلسوزی مادر هم خوشویو بیان کرده خب, خب آمده یک به عنوان دلسوزی بیان. ولی چون ای رو از طرف خانواده همسر میبینه ای این نگاه انتقاد آمیز داره به عنوان دخالت رو احساس میکنه این ای مثال ما میتونیم بگیم این مگه این دخالت به زندگی من شد خب ولی همون رو اگه از همون نکته باشه مثلا غذای خانم مال مثلا یک مثال ما این بگیم که در همه خانواده است تا پختن غذای خانم یک مشکلی داره یا شور یا کم روغن یا با روغن کار نداره ولی این رو اگه خانواده همسر بگه این رو انتقاد برخورد میکنه مم. و میگه به زندگی ما دخالت شد آه. ولی اگه همین رو نه مثلا مادری بیای بیان کنه بگه دخترم مثلا قضا تو یه خورده یا نمک کم کن یا زیاد کن ولی اینو چی برداشت میکنه چون به مادر خود نگاه دلسوزی داره آده. ای رو در دخالت دیگه برداشت نمیکنه این میگه مادر ما من, راهنمایی کرد آه. او رو دخالت احساس میکنه ولی این رو را راهنمایی احساس میکنه این مشکل است یک میان برنامه داریم بعد از او ادامه این صحبت می داشته باشیم و مطمئن هستم که در اعضای خانواده عزیز ما عروسان عزیز های محترم مادران عزیز امیال حضور دارند و بیننده برنامه هستن ایشت. همچنان بیننده برنامه باشین بعد از یک وقفه خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه جوییم و جستو کرا خانیم که همه توی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی میمانم یعنی به تو امید دارم خداوندا لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین بله باز هم خوش آمدید میگیم به برنامه روشنا شما خانواده عزیز و فامیل های محترم بسیار خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین همیشه گفتیم براتان که با نمبر واتساپی مثبت 964 780 255 413 با ما در ارتباط باشین میتونین پیام های صوتی برای ما ارسال کنین سال های تان به این طریق ارسال کنین و همچنین انتقادات پیشنهادات و هر گپی که دارین ما پذیرای صحبت ها و پیام های شما عزیزان هستیم و جا داره که تشکری کنم از عزیزانی که خب به با ما در ارتباط هستن سوال را رو پرسان میکنن بسیار زیاد خوشحال هستیم و تشکری میکنیم و ما بله عزیزان عوامل بیرونی و تاثیرات اون در نظام خانواده میپدازیم به این موضوع خانم اصلا زاده شما مثال های زیادین و همچنین تقسیم بندی کردن این و امروز میخوایم بپردازیم به اولین موضوع او که دخالت اطرافیان هست البته ما نه دخالت بگویم از امیاله میخوایم ببینیم که اطرافیان در داخل خانواده و نظام خانواده ای ما چقدر میتونن گذار باشن و چقدر میتونن موثر باشن حالا وقتی میگه مثر باشن آیا فقط میتوند در رشد و پیشرفت خانواده محصر باشه یا میتوند در پسرفت بودن خانواده محصر باشه یا در آرامش خانواده در تحکیم خانواده آیا در کل از اینا میتونن محصر باشن؟ بله خانم از زوری عزیز در تمام این مواردی که بله. ما گفتیم اطرافیان تاثیر گذار تحصیل بسیار تاثیر گذار پس کم هستن. نیستن از او عوامل او او که مثلا در داخل خانواده هستن عوامل بیرونی, بیرونی, پس نیست. کم نیست ما, نمیتونیم بگیم مهم نیستن تمام هم این مسئله رو میتونم در یک جمله بگم حتی خانواده هایی بودن به وسیله سخنان اطرافیان باعث شده این خانواده رابطه زوجه نصب بپاشه <applause> و این خودش یک نکته ای است که بسیار اهمیت داره یعنی هیچ مشکلی ای زن و شوهر در داخل خانه نداشتن ولی بله. آن چیزی که برای اینها مطرح شده بود حرف بقیه بود و این حرف های بقیه رو چنان برای خودشان این رو بزرگ کرده بودن که حتی باعث شد خانواده از هم بپاشه بله. که ما این مواردی است که خیلی مهم هست بله. ما بحث دخالت و دلسوزی و حمایت و راهنمایی رو داشتیم خب. بیان میکردیم بله. ما گفتیم که دخالت اطرافیان که گفتیم در حدی باشه که وقتی که مثلا برای زوجه این بیشتر اتفاق بله. میفته عروس دامات هایی که جدید ازدواج کردن بیشتر وقتا خانواده ها فکر میکنن که ما اگه به اینها راهنمایی نکنیم باعث ام. میشه که اینها نتونن زندگی خود پیش ببرن بله بله. متاسفانه این افکار هست ولی ما باید به خانواده های محترم هم یک داخل پرانتز به بزرگان عزیز یک نکته رو اشاره کنیم ام. اگه این خانواده میخواد رشد پیدا کنه اینا باید مهارت های زندگی کردن رو یاد بگیرن ام. و الان هم ممکنه با قبلا خیلی فرق داشته باشه بله. مثلا بگن که همین نکاتی که الان به عروسم میگم یا به داماد خودام میگم مثلا خود شبیه خسور من به من بیان کرده ما میگیم الان با زمان گذشته فرق داره بانه، چون بانه. آگاهی هایی که امروز جوان ها دارن نسبت به قبل خیلی تفاوت پیدا کرده آ... یعنی از لحاظ رسانه از لحاظ اطرافیان اجتماع باعث شده یک آگاهی کسب کنند. کنن و خدایی نکرده همین مثلا راهنمایی کردن اینها رو به دید انتقاد ببینن ام. و به عنوان دخالت مثل همون بحثی که گفتیم در داخل خانه بله. اتفاق میفته خب حال ما همین رو میخوایم د... البته دید جوان ها رو هم تغییر بریم ام. متاسفانه دید جوان ها به سمت سو از زن رفته بتونیم بگیم بله. یعنی تا به حسن زن دوست. اگه خانواده همسر اقوام راهنمایی بره اینها ام. کرد یک خورده خود اینا تمرکز کنن یعنی به قول ما چشما بمالن و باز کنن بله. و ببینن اینا چی میگن یک خورده با احترام حرف اینا رو گوش کنن دوست. و بعدش همین رو مثبت بیاندیشن همین رو فکر کنن که اگه خانو... مثلا خ... طرف خانواده خ... شوهرمه می بیان میکنه خوشو کنم. یا خسر خوشو خسر یا برادر شوهر خواهر شوهر بیان میکنه اگه خانواده خانوادهیمه می بیان میکردن من چی جور ای رو مثلاً استقبال میکردم من. یا ای رو رد میکردم این دید رو باید عوض کنن جوانهای ما من. جوانهای ما یک چالشه که امروز بین زندگی ها دارن اینه که این دید رو چنان بزرگ کردن کوچکترین حرف طرف مقابل رو به عنوان دخالت در زندگی خود میبینه بله بله. و همه باعث ناموفق شدن در زندگی شده نه موفق شدن زندگی فکر می اون دخالت است باز نال او میای و شوهر و همسر خود میگه که مثلا مادر تو دخالت کرد او که زندگی دیگه بدترین شکل اون فضای خانه نارم. حتی کسانی رو داریم که وقتی این رو به عنوان راهنمایی برداشت نکردن به عنوان حمایت برداشت نکردن قطع روابط کردن مم. ما کسانی داریم که میگن ما دیگه خانواده همسر ما این ظلم ها رو مثلا ظلم ترقی کردن حتی... خب خانم اصلا بستگی داره به ای که چه قسم اونا بگوین موضوع درست احسان خب اون نکات رو ما بیان میکنیم ولی میخوایم دید این زوج جوان رو چیز چس... بیان کنیم که این زوج جوانی که ازدواج کردن این دید رو ندیشته باشن او قسم گفتن اونا خیلی مهم هست <applause> که ای رو با چه با به سرزنش گفتن به تهنه گفتن بله خب وقتی به که به او تعریف گفته شود خب معمولا مثلا بیر مثلا یک دختر جوان که مثلا زندگی تشکیل داده خوشو میای مثلا یک گپ رو میزنه یا کمک نشدار یا به یک طریقی که او خوشش نمی آید. درست ولی اگر به خوبی گفته شوه یا به نحو صحیح گفته شوه او در ذهنیت از اون میمونه که ای به دلسوزی مایی گفت زده به صلاح ما گفته آره ای که خیلی بسیار, بسیار نقش داره, داره. خب اول در ذهنش میمونه دیگه این باید دیگه اون قسمتی که گفت مربوط به خوشو خسور است این باید اونها دقت کنن به عنوان بزرگتر چه جور این عروسی که الان وارد خانه اونها شده این رو باید در ذهن خود داشته باشن که ما از دو خانواده های ممکن اقوام نباشن بیگانه باشن به با این خانواده متفاوت روش کرده بلو. ممکنه با خانواده ما اختلافایی داشته باشه این عروسی که تازه به خانه ما اومده دامادی که به خانه ما خب بعد این اختلاف ها رو من خوشو من خسار درک کنم و بفهمم که اختلافات اختلاف ها هست و بعدش که درک کردم بتونم اینا رو چجوری بازگو کنم آیا به شکل مثلا خیلی محتادانه بیان کنم یا همش تکرار کنم بگم من زندگی من طرفدار زندگی خود شما به خاطر خود شما که پار میزنم از این شکل بیان کنم یا نه به صورت غیر مستقیم و به عمل خونشان دوم خب مث... حال مثلا برای همین موردی که مثلا ما بیان کنیم حال خانواده هست که میگه عروس خانم آمده میگه که من با همسر خوب خوب و خوش و زندگی میکنم ولی مادر شوهر یا به پدر شوهر می مدام به زندگی من می دخالت میکنن در صورتی که میتونی دخالت نباشه شاید یک نصیحت, نصیحت باشن باشن باشه, آه باشه. میگن به به بر به رستوران نرو همون بخ... همو مواد تهیه بخ... کن مثلا به خانه استفاده کن بخور خب ولی این رو شاید مادر شوهر با او تجربیاتی که از گذشته داره به خاطر میگه که ن... اه... یک نظارت به خانواده شما اقتصادی خود شما در مشکلات نشه که بعدا به باعث پیشرفت خود شما بشه به چی ما از این دید نگاه نکنه ولی باید مادر شوهر و پدر شوهر که تذکر را میده به یک ترفند ای رو بگن که جوری نباشه که او عروس خانم یا آقا داماد فکر کنه که خوشیار از این بگیرن بله این نکته رو و یه چیز دیگه هم که وقتی که این نکته ها بیان میشه به خانواده ها سعی کنن همون جی عروس خانم یا آقا داماد ای جبهه نگیرن که بگن الان که این حرفا رو زد من برام زدی همین الان یک کارای دیگه انجام میدم متاسفانه چیزا هست به بله. جامعه وقتی ببینن که او را دخالت قلم داد کنن میگن خب وقتی دخالت میکنه پس بیا مام زده از او عمل میکنیم که فکر میکنن که دیگه آل به زندگیشان میتونه به موفقیت در صورتی که همه خودی یا باعث نابود کردن زندگی میشه خب همین میتونن به حتی حتی حرفو که خوشایندی به مقبولی و گپ به گوش کنن از طرف مقابل دلو دلو. بگن که من حرف شما گوش میکنم و درک میکنن دلو. و او رو تایید کنن بعد از او که به صورت امر و ما گفتیم که در دخالت امر و ام. ولی به صورت پیشنهاد بود مثلا مادر شوهر یک فهمیده آمد به صورت پیشنهادی رو بطرح کرد خب این جیب ای خانواده ای خ... عروس خانم یا آقا داماد به خود خود میگن باشه ما با همسر خو در میان میگذاریم اینجی این هست که باعث میشه که بین این خانواده حد و مرزی رایت بشه ام. ای از فنونی است که مثلا ما میگیم وقتی که قلمداد کردن که بقیه دارن در زندگی از اینا دخالت میکنن اولی که دید خود عوض کنن ده. یعنی به دید مثبت بنگرن امه. دوم اینکه برای زندگی خود حد و مرز قائل بشن حالا میگن حد و مرز قائل شدن برای کسی بیان میکنی که به یک جا زندگی نکنن نه. امه. ما همه مورد رو برای کسانی بیان میکنی که ممکنه خودی خانواده شوهر به یک با زندگی میکنن ولی بازم به عنوان یک خانواده کوچیک کوچکی که تشکیل دارن، یک زوجه. حد و مرز دارن زوجه. آه. یک حد و مرز دارن، یک حریم خصوصی دارن اینجیه که بقیه، م... این حریم رو مشخص میکنن برای بقیه که یعنی تا یک جای مثلا میتونی به زندگی ما مثلا دخواد. حرف بزنی، ه... راه نمایی, راه نمایی, راه نمایی, کنی. نمایی یا حمایت کنی از زندگی اصلاً ما اصلا موضوع دخالت شما نمیخواین بیان کنه نه؟ خب گاهی وقتا پیشو میآید. که حتی میتونن مثلا به خودشان جرأت میتن یا به خودشان اینقدر به صلاحیت ایره میتن که میگن که مثلا ما به عنوان بزرگتر به عنوان کلانتر ای خانه و خانواده ما باید مشخص کنیم که ای به حساب عروس ما یا بچه ما این قسم بشینن این قسم بخیزن اینجا برن اینجا بیاین ایره بخورن ایره نخورن حتی ایره بپوشن ایره نپوشن حتی تا به این حد مثلا این دیگه هم ای دخالت ها خب ما همین رو میگم ما دخالت هم داره ما تو نیست که نه بایم. من گفتم دخالت و سوسی و حمایت و آه. راهنمایی چهار تا موارد خب ولی این چیزی که اگه بگن چی کار بکن تکلیف تعیین کنن بری و خب این خودی باعث ای میشه دخالت. دخالت میشه این باز خود راهکارهای مستقل خود داره ام. اولی که ما گفتیم آل این چیزی که حد و مرز خانواده بر خود تعیین میکنن یعنی میگن که اگه او امر کرد کجا برو میگه من باشه از همسر خوب بپرسم ببینم نظر همسر می چیه آه. یعنی میگه مادرمه خیلی هم کلام محترمانه بله. مادرمه زندگی من ما تا اینجی که که مربوطه به شما بود شما راهنمایی لازم رو کردیم و تشکر ولی بله از این به بعد یک خانمی هم دارم یا یک شوهری هم دارم بله. که باید این رو بیان کنم دومین موردی که میتونیم بیان کنیم این خیلی بر زوج راهکار و سازنده هست هیچ وقت راز و اسراری که بین خودنایه برای بقیه بازگو نکنه بله این باعث میشه که از دخالت های اطرافیان جلوگیری کنه چرا چون یک مد... مثلا متاسفانه آقا هست یا خانم هست که بین خود نااختلاف اختلاف پیش میای این ای سری به خانواده ها خود منتقل میکنه همین باعث میشه که راه رو را باکنن برای دخالت بقیه در صورت که خانم و آقا بگم ما خود ما مایم زندگی خود اداره کنیم درسته خصوصا اوایل زندگی ما رو قبول داریم هم آقا هم خانم رابطه عاطفی شدیدی با خانواده خود دارن مهم. چون دیگه به بس... یک دفعه که مثلا دختر خانم عروسی کرد به خانه مهم. آقا داماد آمد سری نتونستیم او رو مثلا بگیم دیگه حق نداری بی... هیچ تعاملاتی با خانواده خود داشته باشی بله. در صورتی که او فرهنگ اون تاثیر گذاره و رابطه عاطفی اونها برقراره باید انسان او رو درک کنه بله. ده. و بهش رسیدگی کنه تا اون مشکلات برطرف, برطرف شده. شده انشالله ادامه صحبت ها و مباحثی باقی مانده در جلسه بعدی دیگه حال وقت برنامه خلاص شده مجبور است حضور شما خدافزی کنیم خانم انشالله موفق و معیت باشن تمام زوجین و خانواده هایی که برنامه رو میبینن بسیار عالی. خب تشکر و سفادگذار از حضور شما عزیزان بیننده و همچنین خانم حسنزاده عزیز از حضور خانم حسنزاده عزیز و شما عزیزان بیننده خدافیزی میکنیم و بسیار خوشحال بودیم که امروز همراه ما بودن لحظات ملکوتی از آن و وقت کابل هم نزدیک هست عزیزانی که توکلشان به خدای بزرگ هست در این لحظات باز هم رجوع میکنند به خدای خوب خودشان و از او کمک و یاری میطلبند به خاطر همه چیز به خاطر خوشبختی، به خاطر موفقیت، به خاطر افزایش رزق و روزی و صحت و سلامتی بهترین ها را برای یک, یک شما عزیزان آرزو میکنم خدا نگهدار همه شما